خیلی مواقع میگه کاری نمیتونم بکنم، ولی با شهادتمون، با اینکه خدا برای ما چه کار کرده، میتونیم خدا رو جلال بدیم و مردم رو برکت بدیم. و ماریا امروز میخواد همین کارو بکنه. اتفاقا وقتی باش تماس داشتیم گفتم، پرسیدم خب چرا میخوای شهادت بدی، گفت میخوام به مردم خدمت کنم. ماریا عزیز اگر وصل هستیم، خوشحالم با همیم. سلام. سلام، خوب هستیم؟ من خیلی خوشحالم. خدا رو شکر برات، چقدر مشتاق بودم شهادت تو خوندم، چقدر لمس شدم و امروز یک خلاصه ای رو میخوام بشنوم، ولی میخوام حتما در آینده بیشتر باهات صحبت کنم، چون شهادتت هم برکت داره هم درس داره. بفرمایید. مرسی، قربونتم. خیلی خوشحالم که تونستم از طریق شما کشیش و برادرهای دیگه بتونم اون چیزی که من گرفتم از مسیح و اون هدیه ای که به من داده، منم بتونم با حرفام، با گفتاری که امروز میخوام برای دوستای دیگه صحبت کنم، اون برکتی باشم که دیگران همینطور این هدیه مسیح رو دریافت کنن و این برکت رو بگیرن از من. خیلی خوشحالم. آمین. خب از خودت بگو و داستان زندگی تو بگو، برکتمون بده. میدونم سختی ها زیاد کشیدی، اشکال نداره، راحت باش با ما. مرسی، راحتم. من مریم امینی از نروژ تماس میگیرم. من متولد قم، یکی از شهرهای مذهبی ایران، و خانواده ای داشتم متعصب و مذهبی. در سن 13-14 سالگی بود که از طرف خانواده مجبور شدم با فردی 34 ساله، 35 ساله ازدواج کنم. و بعد از چند مدت صاحب دختری شدم و از ایران خارج شدم و رفتم به کشور فلان. اونجا برخلاف چیزی که خانواده‌ام تصورشو میکردن، دچار ناراحتی از طرف همسرم شدم، طوری که منو کتک میزد، اذیتم میکرد، تو خونه حبسم میکرد. به خاطر همینم من دست خودکشی زدم. اما به جای این که منو کمک کنه تا اتفاق برام نیفته، منو گذاشت خونه رفت. اما من نمردم، چون خدا نمیخواست. نمیخواست من بمیرم و به اون چیزی که اون خواسته اون بود باید میرسیدم. بعد از چند مدت این آقا به من گفت که میبرم تهران تا خانوادت رو ببینیم، رویت عوض شد. اما خب اینم یک کلک جدید بود و اتفاقات داخل ایران برای من رخ داد که باعث اذیت و آزار من خیلی شد. این آقا بعد از مدت یک ماه گذاشت و رفت از ایران بدون اینکه من متوجه بشم یا خبری داشته باشم. توی این مدت من از اون مریمی که تو سن 13-14 سالگی همه دیده بودنش، یه خانم، یه دختر پاک و معصوم، به یه شخص عصبی، پرخاشگر، زودرنج، به یه کسی که هیچ کس دیگه برام مهم نبود، منزوی. فکر میکردم همه میخوان من اذیت کنن، به خصوص خانوادم. بعد از مدتی با یه پسری آشنا شدم که باشه رابطه دوستانه برقرار کردم. از شانس بعد من، به قول معروف، اون پسرم که یه معتاد از آب در اومد و منم درگیر این اعتیاد کرده بود. اینجوری که پیش رفت، مادرم بالاخره اون خواهش رو در مقابل من مسئول میدونست و چیزایی که از من میدید براش خیلی زجاور بود. این شد که دچار سکته مغزی شد و من مجبور شدم با اون به بیمارستان برم. اونجا از خدا میخواستم که من رو به جای اون بگیره، چون من باعث همه این ناراحتی ها شده بودم. خدا هم مسئول میدونستم در قبالش. گریه میکردم، کاری از دستم بر نمیمد. دعا میکردم، جوری شده بودم که نمیتونستم غذایی بخورم، نمیتونستم، خیلی ضعیف و درمانده شده بودم. اونجا با یه خانومی آشنا شدم که بعدها فهمیدم مسیحیه.
اون وقتی میدید من اینقدر دارم زجر میکشم و اینقدر بیتابی میکنم، از من خواست که برم پیشش تو اتاق و یه نوشیدنی با هم بخوریم. یه آب پرتقال به من تعارف کرد و بعد از من پرسید که چی شده، چرا اینقدر پریشونی، چرا اینقدر ضعیف شدی. بهش گفتم ناخواسته داستان زندگیمو تعریف کردمش، گفتم مادرم به خاطر من اینجاست. اون شروع کرد برای دعا کردن برای من، دست گذاشت روی من دعا کرد، ولی من چیز از دعاش نفهمیدم و بعدها فهمیدم که این خانم مسیحی بوده و از کشور ارمنستان به ایران اومده بوده. اون برای شفای مادرم دعا کرد و این برام واقعا یک معجزه بود، بیش از این که اصلا مسیح رو بشناسم. و مادرم بعد از یک هفته از کما در اومد و تونستم بعد از دو ماه به خونه برگردم و از اون به بعد خودم یک مسیحی میدونستم. چیز زبونی، چیز از مسیحیت نمیتونستم، ولی خب همیشه میگفتم من این مسیحیم و دینم رو عوض کردم. همین مسئله که صحبت کردی، یک اینه که خیلی ها از نوجوانی به عقد کسی در میان، خیلی بزرگتری واقعیه که برای خیلی اتفاق میفته. دوم کتک زدن همسر، بی محبتی هاست که تو کشیدی. سوم بچه تو از دست دادی، ازت گرفتن. اینا تجربیات تلخیه که خیلی ها در زندگی داشتن و امروز دارن. بعدم که تو دام اعتیاد، بعد اون بیماری که از همسرت بهت رسیده، اینا رو خیلی خیلی چیزهای مختلف کشیدی که مردم شاید همه رو با هم مثل تو نکشیده باشن، ولی قسمت‌های مختلف رو هر کسی یا تعداد زیادی تجربه کردن. اینا رو بعداً میخوام یه مقدار در جلسات بعدی باهات صحبت کنم، بتونیم به اون افراد بیشتر کمک کنیم. ولی امروز میخوام یک صحبت کلی تر انجام بدید. چجوری از این همه بدبختی، این همه خورد شدنها، چطوری خدا تو رو بیرون آورد؟ میگی که اسمن گفتم مسیحیم ولی واقعا نبودم، بعد چی شد؟ به هر کسی نمیتونستم این حرف رو بزنم، اون چون دوست صمیمی بود بهش میگفتم. اونم خوشحال شد، گفت من میتونم با رضا برادرم صحبت کنم که تو رو آشنا کنه با چند نفر از دوستاش و تو میتونی بری که با اونا تو این مراسم باشی. من خیلی خوشحال شدم. بعد از طریق همین آقا رضا تونستم به کلیسای خونگی راه پیدا کنم. موقعی که رفتم اونجا دیدم که همه استقبال گرم داشتن، همه با یک لبخند و شادی به خصوص این منو به جمعشون راه دادم. اونجا فهمیدم که پرستیدن خدا تنها این نیست که یه جایی بشینی و گریه کنی یا یه ذریحی رو بگیری و بهش التماس کنی که خدا اون چیزی که از من گرفتی به من برگردون، نه. اونا خیلی شاد بودن، سرود میخوندن با شادی، با آهنگ، چیزی که اصلا من تا حالا ندیده بودم. دعا میکردم برای همدیگه، دعا میکردم و این شد که من کم کم با اینا افت گرفتم و یک مسیحی شدم و خیلی هم خوشحالم از این. وقتی به نجات دهنده عیسی مسیح ایمان میاریم، فقط این نیست حالا تغییر مذهب دادم، اینه که یه تغییر و تحول عظیمی از درون انجام میشه. این تغییر و تحول درونی تو چی بود و چطور انجام شد؟ توی این مدتی که من توی این کلیسای خانگی رفته آمد میکردم، یعنی همیشه که نمیتونستم برم، ولی خب یه تایم مخصوصی گذاشته بودم که با اینا توی رابطه باشم. یکی که رهبر کلیسا بود، همون کلیسای خانگی، گفت میخوایم امروز برای شفای کسایی که مریضن دعایی بخونیم و هر کی که واقعا مشکلی داره بیاد جلو که ما براش دعا بخونیم از این مریضی یا هر چیزی نجات پیدا کنه و شفا بگیره. خب من خیلی با خودم درگیر بودم که برم جلو نرم، ولی به خود
دلم زدم به دریا، گفتم خب هر چه باد باد، من میرم جلو، برای من دعا کنن، شاید به نتیجه رسیدم. رفتم جلو، برای من دعا کردن جوری که من تو اون لحظه واقعا از خود بیخود شده بودم. شروع کردم به گریه کردم، خودم نمیفهمیدم چه اتفاقی در برام میاد. هیچی بعد از پایان این جلسه که به خونه رفتم، خب شب بود و رفتم تو اتاق، مثل همیشه خودم حبس کردم که با خودم تنها باشم. شروع کردم گریه کردم و اینو با خودم زمزمه میکردم، گفتم یعنی واقعا میشه من از این مریضی که ناخواسته دچار شدم رهاشم؟ و اون چیزی که اینا میگن، شفایی که مسیح به هر کی که بهش ایمان بیاره عطا میکنه، منم میتونم این هدیه رو ازش بگیرم. هیچی با گریه‌هایی که میکردم و صحبت‌هایی که میکردم، یعنی با خودم با مسیح خوابم برد. یک خواب خیلی خیلی عجیبی دیدم که همیشه با منه و من تونستم به وسیله همین خواب از این مرض شفا بگیرم و گرفتم. و برای اینکه شکم برطرف بشه، حتی نزد دکترم رفتم و اون گفت یک معجزه شده، هیچ اثری از این بیماری من نمیبینم. چیزی که تمام وجودم رو گرفته بود، چیزی که به سرطان منجر شده بود، من دیگه هیچ چیزی، هیچ اثری از این بیماری ها نمی دیدم. و این واقعا برای من معجزه بود. یکی این که مادرم از کما در اومده بود، به زندگیش برگشته بود. دوم این که من، مادرم قبل از این که من به مسیح ایمان بیارم شفا پیدا کرده بود و از طریق همون خانم، چون مسیح گفته هر کی به من ایمان بیاره و شاگرد من باشه میتونه مثل من معجزه کنه. و اون خانم معجزه کرد. آمین. و دوباره من این معجزه را تو زندگی دیدم برای بار دوم. آمین. آمین. خدا رو شکر. وقتمون هم داره تموم میشه، بعدا بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. یه سوال دارم. خب خدا شفای جسمی تو داد، رو چه احساسی نسبت به اون همسر قبلیت داری؟ همسری که اون بلاها رو سرت آورد، بیماری بهت داد، کتکت میزد، بی محبتی، بچه تو ازت گرفت، تو قلبت خدا چه کار کرده؟ الان چه احساسی نسبت بهش داری؟ خب قبلا خیلی متنفر بودم ازش، یه چیز واقعیته. قبلا یه جوری حس انتقام جویی داشتم نسبت بهش. اما موقعی که کتاب مقدس رو خوندم و مسیح ایمان آوردم و فهمیدم مسیح یعنی چی، مسیح گفته ببخش، گناهان دیگران رو ببخش، همونطور که من گناهان دیگران رو میبخشم و من اونو بخشیدم و براش دعا میکنم، دعا میکنم به اون چیزی که باید برسه برای حقیقت رو پیدا کنه. آمین. و این نشون میده خداوند نه فقط جسم تو شفا داد که خودش معجزه است، قلب تو هم شفا داده. این معجزه‌ای که الان این صحبتی که میکنید، اینم یه معجزه است. گاهی از معجزه شفای جسمی بزرگتره، چون این قلب شکسته رو کی میتونه شفا بده؟ خدا تو نه فقط شفا داده، بلکه عوض کرده که بتونی ببخشی و محبت کنی. میخوام یکی دو دقیقه تو این فرصتی که داریم با عزیزان ما صحبت کنی. چه صحبتی داری؟ چه توصیه‌ای؟ چه برکتی داری برای بیننده هامون؟ بفرمایید. من چیزی که میخوام به ملتم، به برادر خواهر عزیزم تو ایران صدا رو برسونم، اینه که اولی که یه آیه کوچیک رو میخوام براشون بخونم که انجیل یوحنا باب 3 آیه 6 نوشته: زیرا خداوند آنقدر به ما جهانیان محبت کرد که یگانه فرزند خودش رو به این جهان فرستاد تا ما به وسیله اون نجات پیدا کنیم و هلاک نشیم. پس عزیزانی که اونجا هستید، ای خواهر برادر ایرانی،
ازت میخوام که راه نجات رو پیدا کنی. حتی امتحان کردی، این راه امتحان کن ببین چه جور به اون چیزی که میخوای میرسی و نجات پیدا میکنی. ازت میخوام که دیگران رو ببخشی، به گناه خودت اعتراف کنی، توبه کنی و به تنها مجری عالم ایمان بیاری که تنها اوست که میتونه تو رو به ملکوت برسونه بدون اینکه در مورد تو داوری بشه. اینو ازت میخوام و خوشحالم که تونستم این شهادت هم به گوش شما برسونم. بله، مرسی. ما صحبتاییه که با ماریا خواهیم داشت و سعی می‌کنیم به شما کمک کنیم. ماریا جان، از شما خداحافظی می‌کنم تا بعد در تماس خواهیم بود با هم دیگه. خداتون بشم، در برکت باشین همیشه. ممنونم، مرسی. بله، خداحافظ. بله، خداوند برای هر دردی درمانی داره، هم جسمی که شفا میده، مسیح شفا میده جسم رو و همه می‌بینن، ولی قلب رو شفا میده که خیلی ها نمی‌بینن ولی اثراتش دیدنیه. شخصی که به جای اینکه تو تلخی باشه، تو نفرت باشه، حالا در آرامش و شادی هستش. کسی که دیگران رو بخشیده، کسی که بهش بدی کرده، اینا معجزات درونیه. بعضی معجزات بیرونیه، بعضی از معجزات درونیه. امروز خداوند میگه اگر قلبت شکسته است، اگر بهت بدی کردن، اگر ازت دزدیدن، حالا مال آدمو بدزدن به یه چیز، ولی دختر آدمو، بچه آدمو از آدم بگیرن، این بزرگترین دزدیه. بزرگترین چیزی که آدم میتونه از دست بده عزیزشه. و کسی که به ما این بدی رو میکنه، بتونیم نه تنها ببخشیم بلکه تو این شرایط بتونیم آرامش و شادی داشته باشیم. راه هست، نجات هست و نجات دهنده ای هست. چقدر خوشحالم که با هم هستیم عزیزان، در کنار مریم جان، سالمه عزیز و عزیزانی که برای سالمه جان دعا کردی در این دو هفته، سه هفته مریضی، عمل، یه عمل دیگه هم در راهه. بله، یه دو هفته دیگه. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم باید دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. شما عزیزان دلم تنگ شده بود، راستش رو بگم خیلی دلم تنگ شده بود، ولی خدا رو شکر یه میری جنگ خط مقدم وای میسی، خدا اصلا ترکش میخوری، میری عقب، خوب میشی میای جلو، بعد دوباره ممکنه بری عقب، دوباره بیا. حالا برام اینجوری شد، ولی خدا رو شکر همیشه خدا با ماست و سلامتی میاد، شفا میاد. ممکنه تو سختی ها بریم، ولی خدا همیشه ما رو محافظت میکنه. ایمان دارم که خیلی سختی کشیدم که ایش خلاص مهیارم خیلی سختی کشید. خدا شکر بر مهیار، واقعا خیلی منو ساپورت کرد توی این مدت. ممنون از شما عزیزان، خیلی توی فیسبوک شما انقدر به من عزیزان محبت، واقعا محبت دارن. بله، یکی از عزیزان شما، من با عشق دارم برات دعا میکنم، واقعا ممنونم از شما، من قوت قلب گرفتم. چه خانواده بزرگی داریم، خیلی عالیه. ما برای اونا دعا میکنیم، اونا برای ما. این واقعا بدن مسیح همینه، تمرین عملیه در واقع. یه چیزی که هست، مسیحیت خدا شو کلام خدا میگه که زیرا که حرف میکشد اما روح خدا بلند میکنه، قدرت میده. و وقتی روح خدا در کار باشه، اون مسیحیت به صورت عملی تو زندگی دیده میشه. این رابطه دو طرفه ای که ازش صحبت میشه، اتفاقا سالمه جان داشت در واقع همین مطلبی که الان تو فیسبوک میگفت و پریشب بود داشت به من تو فیسبوک نشون میداد که میگفت یه خانمی گفته من راستش بخوای تا حالا برات دعا نمیکردم، ولی از وقتی این مشکل پیش اومد خدا منو ملزمم کرد که من برم رو زانوام و با عشق برای تو دعا کنم. در وقتی برای خداوند میستیم بیشتر میزنیم تا بخوریم. ولی خب تو هر جنگی هم تو گفتید گاهی هم یه زخمایی هم میخوریم ولی از پا نمیافتیم. شکست مال ما نیست و پیروزی از آن ماست. خواهیم ایستاد. خوشحالم امروز با هم هستیم عزیزان. بعضی از سوالاتی که از ما کردید رو امروز در میون میگذاریم. اول میخوام بدونید که شما برای ما عزیز هستید. تقاضاهای دعایی که میکنید و دعایی که برای ما میکنید امروز مطرح شد، نشون میده رابطه قلبی بین ما هست. ما با هم یکی هستیم و این شبکه هفت رو خدا به من و شما و به ما و شما داده که با هم دیگه مردم رو خدمتشون. اما محمد جان پرسیدن و سوال کردن که آیا مسیحیت فرمولی برای اداره جهان دارد؟ خیلی سوال خوبه که شما. بله، اینو اول درک میکنیم، چون که عزیزان از به اصطلاح قدرت های مذهبی و سیاست وارد شدن ترسیدن دیگه. 30 سال، 30 و چند سال در ایران هست و سوالشون اینه خب حالا مثلا مسیح بیاد ایران و ما به مسیح ایمان بیاریم، حالا بعد حکومت مسیحی میاد، حالا اونا به سر ما چی میارن؟ واقعا هم نگرانن که نکنه حالا میگیم که خداوند میگه که من تخت پادشاهیمو در ایران برقرار خواهم کرد. این قول خداست. در ارمیا 49 خدا قول میده آینده ایران نیکو باشه.
و پادشاهی او در ایران هست. و وقتی پادشاهی میگیم بلافاصله فکر سیاسی میافتن، میگن خب حالا اینا میان قدرت مثلا حکومت ایران مسیحی بشه، اونا چه بلایی سر ما خواهند آورد؟ بله. آیا خوبه یا نه؟ فکر کنم ریشه سوال از این هستش و خوبه که اصول کتاب مقدس رو مرور کنیم. منم فکر میکنم یه جورایی میشه این سوال از دو بعد نگاه کرد که شرمز. یکی شاید همینی که شما میگید، به زبان یه ذره به قول گفتنی تکنیکی تر بخوایم بگیم، سوال شاید اینطور بشه مطرحش کرد: آیا مسیحیت به سکولاریسم اعتقادی داره، یعنی جدایی دین از حکومت، و یا اینکه نه، نقش دین در حکومت مستقیم نقش داره و باید اصلا باشه؟ شاید بشه این از این منظر بهش نگاه کرد، و شاید هم در واقع آیا این سوالی که باز شده آیا مسیحیت فرمولی برای اداره جهان داره، شاید هم از این جهت که این عزیزی که این سوال کرده اینقدر نگران و ناراحته از اتفاقاتی که تا به حال افتاده توسط حکومت‌ها، و به خاطر برکاتی که از مسیحیت دریافت کرده، حالا کنجکاوه که ببینه که آیا مسیحیت واقعا برای حکومت‌ها هم که همیشه هزار بلا به سر مردم آوردن و سیاست اینقدر چهره بدی تو دنیا ساخته شده، آیا حالا مسیحیت یک جواب، یه راه حل، یک کلید، چیزی داره که الان اون کلید بیاد و به داد آدما برسه؟ من فکر می‌کنم از هر دو جهت میشه به این سوال نگاه کرد. یکی از چیزایی که برای عزیزان همیشه سواله، میرن سراغ قرون وسطا، که قرون وسطا حکومت مسیحی چی کار کرد با مردم، و الان هم مسیحی بشه همون بلا سرش میاد. 100% باشه موافقم. اگر امروز هم اگر یک حکومت از بالا مسیحی بشه، به همون بدبختیه، چون کار خدا این نیستش که بخواد حکومت رو عوض کنه تا مردم رو عوض کنه. خدا برعکس، خدا به دنبال عوض کردن قلب ها و زندگی ها هستش. خدا میدونه حکومت اگه عوض شه، بهترین حکومت هم بیاری، حالا بگو سکولار باشی، نمیدونم جمهوری خواه باشی یا دموکراتیک باشی، هر جور حکومت رو بیاری، اگر مردم عوض نشده باشن باز هم بدبخت هستیم. عوض شدن حکومت رابطه تو رو با همسر درست نمیکنه، باعث نمیشه که احساس خوشبختی کنی، بعضی مسائل اجتماعی رو ممکنه حل کنه، ولی خداوند نمیاد فقط بگه که حکومت‌ها رو عوض می‌کنه. البته یه چیزم بگم، خداوند اصولی رو برای اداره، حالا هر اداره، اداره خانواده، اداره کشور، تو شرکت، یعنی اصول رهبری و هدایت رو تو کلام داره که همه جا میشه استفاده کرد. بله. و یکیش و بزرگترین شد اینه که خداوند همیشه به رهبران میگه شما خادمین مردم هستید. بله. یعنی من وقتی که آینده ایران نگاه میکنم، این نیستش که مسیحیان بیان حکومت رو به دست بگیرن، بعد قوانین مسیح رو به زور به حلق مردم فرو کنن. این اصلا تو کتاب مقدس نمیبینیم. مسیح گفتش که پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود، شاگردای من مثل بقیه شمشیر میگرفتن به زور این جهان رو فتح میکردن. مسیح میگه پادشاهی من اول تو قلب ها هستش. پس کار خدا اینه که قلب ها رو عوض کنه، و یک اصولی رو به ما میده که کسی که مثلا یک مسیحی شهردار بشه، مثلا حالا میاد اصول مسیحی رو به زور به دیگران غالب کنه، نه، یک شهردار مسیحی کسیه که برای جا افتاده، من خادم مردمم. بله. من اومدم هر چی که دارم، از زندگیم، از وقتم، از استعدادم، همه چیزو من باید بدم تا مردم شهر من خوشبخت باشن. درست. این اصول مسیحیت. درست میفهمید. در واقع وقتی که به ما همه حرفمون و همه نگاه ما و همه اون چیزایی که ما یاد میگیریم از مسیحیت، الگویی که به خود خدا نگاه میکنیم، الگویی که به خود مسیح نگاه میکنیم، و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم حتی خود خدا در آفرینش ما آدم ها به ما حق انتخاب داده، و هیچ چیزی رو به زور، حتی نجات رو خدا به زور به قول که شماست تو حلق ما فرو نکرده، و میگه انتخاب کن، حتی میگه به تو قدرت تعقل دادم و همه چیز جلوت گذاشتم. این آیه که من همیشه میگم، بازم میگم اینجا، اینک حیات و موت، برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم، پس حیات را برگزین تا تو با ذریت از زنده بمانی. خدا میگه انتخاب کن. حالا یه مسیحی هم اگر واقعا از خدا الگو برداری کرده باشه، حتی در رأس حکومت هم باشه، به مردم حق انتخاب میده. چون مسیحیت عزیزان یه رابطه شخصی، همه این حرفایی که میزنیم از اینجا میاد، چون مسیحیت یه رابطه عاشقانه شخصی دو طرفه بین فرد با خداست، یک سیستم و یک حکومت و یک شبکه و یک باند و یک مافیا و یک در واقع چیزی که اگه هر کی تو این تیمه و با منه اوکیه و هر کی نیست مقابل منه، همچین چیزی نیست تو مسیحیت. و خدا اصلا مسیح و مسیحیت همه اینا رو، حتی خود عیسی مسیح وقتی اومد چیکار کرد؟ به قول که شما میگه
اگر کسی در رأسه، تمام این حرف اینه که اگر رئیس هستی، اگر مدیر هستی، اگر قدرتی داری، باید دیگران رو خدمت کنی. کاری که خود عیسی مسیح کرد و اومد دیگران رو خدمت کرد، پای شاگردان شست، بهشون نشون داد که با اینکه من شماها رو دعوت کردم و من شماها رو آوردم، عوضتون کردم و به اینجا رسوندمتون، پاهاتونم میشیرم، تازه آس برنامه رو بد رو میکنم و اونم اینکه میرم رو صلیب، جونم هم میدم حتی براتون، جونم هم میدم. اینه یه خادم. و اینو ببین، اینو این اصلیه که همه جای جامعه بگم استفاده میشه. از خانواده بگی، خانواده به شوهرها چی میگه؟ میگه همسرتون رو محبت کنید، و همونطور که مسیح جانش رو برای کلیسا، برای ایمانداران داد، خود یک شوهرم حاضر باشه جانش رو بده. ببین اصلا مدل خانواده رو شما ببینید. حالا به سیاست کشوری نگاه نمی‌کنیم، چون سیاست کشورم در واقع یه خانواده بزرگه و خانواده هم یک کشور کوچیکه. در اصول شبیه همه. خدا به وقتی به پدر که رئیس یا سر خانواده است که میگه تو رئیس نیستی که خادم یه خدمتت کنن، تو پدر هستی که خانواده تو خدمت کنی، حتی حاضر باشی جونتو بدی. همینو به رهبران میگه، میگه به یک رهبر مسیحی میگه اگه تو رئیس شرکت هستی، اگر تو رو به شهرداری انتخاب میکنن، اگه به رئیس جمهوری انتخاب میکنن، تو اونجا نیستی ریاست کنی، تو اونجا هستی که مثل مسیح جانش رو داد، تو جانت رو حاضر بد باشی برای کشورت بدی، و نه اینکه خدمت بشی بلکه خدمت بکنی. ما خیلی جالبه، نمونه‌ای داریم در کتاب مقدس که خیلی خوبه. ما همین الان دعا میکنیم برای رهبران کشورمون که مسح شده خدا بشن و خداوند لمسشون کنه، قلبهاشون رو عوض کنه. ما کوروش کبیر رو داشتیم دیگه که در کلام میگه مسح شده من بود، و نتیجه کار کوروش هنوز که هنوز بعد از قرنها همه دارن راجع به صحبتاش حرف میزنن، در دنیا اصلا بزرگه، چون مسح شده بوده، چون کاری رو میکرده که خدا میخواست، دلش با دل خدا یکی بوده. بله. چقدر خوبه که رهبران دلشون آخری با دل خدا یکی باشه. ثمرش بعد از قرنها هنوز داریم میبینیم، و اگر این اتفاق بیفته مطمئن باشین دنیا گلستون میشه. اگه واقعا تمام رهبران دنیا مسح شده باشن و قلبشون و دلشون رو به خدا بدن و دیدشون رو با دید خدا یکی کنن، نقششون رو برای اون واقعا خدمتی که خدا براشون گذاشته با نقشه‌ای که خدا برای اون مملکت داره اگر یکی بکنن، ثمراتی که میاره هم مردم رو شاد میکنه، هم خودشون برکت واقعا تو زندگیشون هست و برکت پیدا میکنن. اینه که ما همین خیلی وقتا ما برای رهبرانمون دعا میکنیم، حتی بعضی که عصبانی هم میگن چرا دعا میکنیم؟ بابا دعا میکنیم که خداوند باهاشون تماس بگیره، دیدشون باز بشه، قلبشون باز بشه، و مثل خدا که شما رو محبت میکنه اونم شما رو محبت کنه. آمین. بسیار قشنگ گفتی، من اینجا خیلی لفظ شدم. گفتی که مثلا فکر میکنیم ایران مثلا یک رهبر مسیحی داشته باشه، حالا اگر خدا بخواد نباشم، ما دنبال این چیزا نیستیم، دنبال عوض شدن زندگی‌ها و شفای قلب‌ها و خانواده هستیم، دنبال اون چیزا نیستیم. ولی حالا به فرضم یه زمانی اگر شد چی میشه؟ شما خیلی قشنگ جواب دادی، میشه به کوروش. چون کوروش نجاتو داشت، گفت من به خدای واقعی ایمان دارم، مسحو داشت، ولی همه رو آزاد گذاشت، همه رو آزاد گذاشت که هر جور که به هر دین و مذهبی که میخوان در آزادی انتخاب کنن و ایمان داشته باشن. یه نمونه قشنگی دادیان کوروش، من رو برکت دادی، خیلی ممنون. خدا شکر. خب بریم سوال بعدی. بله محمد جان، سوال بعدیشون اینه که آیا مسیح قبل از صلیب ازدواج کرد؟ البته این سوال ما قبلا فکر می‌کنم یک سال پیش یه بار جواب دادیم، ولی خب بعضی سوالا به قول شما صبحم باهاتون صحبت می‌کردم، بعضی سوالا خوبه که تکرار بشه، چون برای خیلی از عزیزان سوال پیش میاد و گاهی وقتا هم دنیای مجازی و دنیای سینما و صنعت سینما میاد یه فیلمایی رو می‌سازه، مردم هم این فیلم‌ها رو می‌بینن و احساس میکنن که شاید بر اساس واقعیت و اون قدرت تخیل ما آدم ها خلاصه به کار میفته و یه چیزهای عجیب و غریبی رو میشنویم و میبینیم و کتابهای حتی نوشته شده که اخیراً توی چند سال اخیر خیلی مانوف شده رو این قضیه، که چیز جدیدی هم نیست. وقتی من مقداری هم راجبش تحقیق کردم دیدم راست شو بخواید مال عصر حاضر هم نیست، در قرون پیش هم حتی این موضوع توسط بعضی ها این اتهام مطرح شده که عیسی مسیح ازدواج کرده. و حالا اینکه چرا من از لغت اتهام دارم صحبت میکنم، اینو وقتی بحثش رو باز کردیم بیشتر میگم که چرا این لغت استفاده کردم. مسئله ای نیست، چون بخصوص در دنیای غرب، حالا توی کشور ما
این ترس از حالا نکنه مثلا یه چیزی بگم بیان اذیتم بکنن، حالا راجب حضرت محمد که اصلا جرئت نداری چیزی بگیم و بعد میگیم حالا برای مسیح هم یه چیزی بگیم یا خدا میاد میزنه یا بنده خدا میاد میزنه، مثلا مسیحیان میان سر ما رو میبرن اگر به مسیح توهین کنیم. هم چیزی نیستش، به خود مسیح توهین کردن ولی جوابی نداد، خود مسیح بهش توف انداختن جوابی نداد. مثلا اینکه حقیقت احتیاج به دفاع کردن نداره و وقتی که به ما توهین میشه، وقتی که به عیسی مسیح توهین میشه، فقط برای عزیزان دعا میکنیم. و اینکه میگه اینم در دنیای غرب آزادیه و فیلمایی ساختن، همین 3-4 سال پیش بود فیلمی بله. ساخته بودن مسیح رو زناکار نشون میدادن بله. خب اوکی. یا همجنس باز یه فیلم دیگه است که مسیح همجنس بازه. خب مثلا مسیحیان، مثلا مسیحیان آمریکا که تعدادشون هم کم نیست، مثلا دیدی برن اعتراض کنن یه جایی رو با آتیش بکشن، سر مثلا تهدید کنن، سر تهیه کننده فیلم رو میبریم. نه، این چیزا در ایمان مسیحی نیست. خدا شکر غیرتی داشته باشین که و این که شما میگید اشاره به همون فیلماست که ساختن. اینجا آزادیه میسازن ولی بعد کلام خون دقیقاً به این جهت هم من از این لغت اتهام استفاده کردم. راستشو بخواید یکی از کارهایی که شده اینه که وقتی به اصل داستان نگاه میکنیم، اینه که وقتی میگم اتهام، عیسی مسیح به یه هدفی انسان میشه و وقتی کتاب مقدس رو میخونیم از عهد عتیق و میایم جلو میبینیم که با یه هدف و با یه انگیزه مسیح به شکل انسان در میاد، به روی زمین میاد، که اتفاقا هم الان هم در اون ایام مبارک جشن کریسمس هستیم که برنامه‌های مخصوص هم داریم برای شما عزیزان و با شما عزیزان در اون زمان این شادی رو هم تقسیم خواهیم کرد. و با اون هدف وقتی میاد، وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، به خصوص مثلا فیلیپیان فصل 2 وقتی میخونید، از آیه 6 تا 11 رو وقتی میخونید که میگه برابر با خدا، همنشین با خدا، خود خدا، قدرت خدا، ولی به شکل انسان در میاد، با یه هدف میاد این کارو انجام میده. حالا بعضیا میان و میخوان اون هدف رو در واقع یه جوری لوسش بکنن و میخوان بگن که خب مسیح حالا اگرم اومده رو زمین، مثلا خیلی از انبیا، مثل خیلی از پیغمبرای دیگه اومد، یه زندگی عادی هم کرد، زنم گرفت، بچه‌دارم شد. تو یکی از این فیلم‌ها آنچنان عیسی مسیح رو سرگرم و مشغول زندگی زمینی و بچه بزرگ کردن اینا کرده بود که اصلا مونده بودم خندم گرفته بود که چقدر یه تصویر رو چرخوندن و دارن میخوان سعی بکنن دید مردم رو به وسیله این فیلم ها عوض بکنن که اصلا مسیح برای این حرفایی که اینا میگن نیومده. مسیح هم مثل پیامبرای دیگه اومده، زنشو گرفته، زندگی عادیشو داشته، لذت میبرده، بچه داشته، کار میکرده، میخورده، میخوابیده و زندگی خودشو داشته. حالا این وسط یه خدمتی هم میکرده، خب اونم میکرده، طوری نیست. خب با توجه به اینکه ما میگیم مسیح انسان کاملا بود، و خیلی ها میگن خب پس این دوست داشته خب زنم بگیره دیگه، از نظر احساس نیازم داشته. خب بله، ولی دلیل بر این نمیشه که این کار کرده باشه. نه. چون واقعا به قول مایا جان، اگر ما بدونیم برای چی اصلا مسیح اومد، تمام این مشکلات حل میشه که اصلا مأموریت داشت، برای یه مأموریت اومد. نه. به چند دلیل اومد که اول نجات ما بود، دومی که برای من و شما شاهد باشه روی زمین که اوکی وسوسه ها هست ولی وسوسه نشید، مشکلات هست، با مشکلات چجوری برخورد کنیم. جای مختلف کلام میگه که چجوری با مشکلات برخورد کنیم تا انسانی نمونه باشیم و بتونیم به شباهت اون در بیاییم اتفاقا، و مثل اون دلیو که خدا میخواد با همون دل روی زمین زندگی کنیم. پس اگه هدفو بدونیم از اینکه چرا مسیح اومد، دیگه اصلا هر کیم بیاد بهمون بگه مسیح ازدواج کرد، بچه هم داشت، دیگه برامون حل شده است. مثلا اینکه مسیح چرا حالا مجرد موند، حالا ایشون مخالف ازدواج بود؟ نه، ایشون مخالف ازدواج نیست. وقتی صحبت راجع به ازدواج میکنه خیلی هم زیبا صحبت میکنه. اصلا کتاب مقدس رابطه زناشویی رو رابطه مسیح با ما میدونه، اینقدر زیبایی، اینقدر تعهد، اینقدر رابطه قلبی، اینقدر رابطه نزدیک با ما داره که میگه از لحاظ روحانی، حالا در رابطه زناشویی قسمت جسمانی هم داره ولی قسمت قلبی و روحانی داره، و عیسی مسیح میگه رابطه من با شما، این که به من ایمان میارید، اینقدر نزدیک، درست مثل زن و شوهر. ولی عیسی مسیح ازدواج نکرد، چون که همونطور که سالم جان میگه، میگم برای ماموریت اومدم. آقا من اومدم برای صلیب. چند بار به شاگردانش گفت منو به صلیب میکشن ها، بهشون هشدار داد، گفت ناراحت نباشید، مثلا برای همین اومدم، برای انجام ماموریت صلیب میام. منو به صلیب نمیکشن، من با اراده خودم رو تقدیم میکنم که منو به صلیب بکشن، قربانی بشم برای گناهان شما. ولی مخالف ازدواج نبود. فکر میکنم یکی از دلایلی که ازدواجم نکرد
گفت حالا چرا یه زن رو بدبخت کنم، حالا من که میدونم بالاخره بعد برم الان چند ماه دیگه دارم رو صلیب. ولی چه نمونه قشنگی عیسی مسیح، چون بعضیا مثلا برای دیگران یه استانداردی میذارن، مثلا میگه شما باید 4 تا زن بگیری، خودشون بیشتر میگیرن. بعد یا اینکه و مسیح میگه من استانداردم بالاتره، من اگر نمونه هستم میخوام پاک زندگی کنم، میخوام به شمایی که مجردید، شمایی که میگید آخه اینو غریزه رو خدا داده و نمیتونیم جلوشو بگیریم، میخوام بهتون بگم که میشه جلوش، میشه ایستاد، میشه پاک زندگی کرد. مسیح ازدواج نکرد، یه نمونه شد برای همه ما، برای مجردین و تو برای متأهلا. خیلی از متأهلا دارن میزنن خارج و روابطی دارن میگن خب این راضیمون نمیکنه. مسیح میگه میتونی پاک زندگی کنی. نمونه بود. و نمونه های زیادی هم الان داریم ما. یعنی حقیقتا که شما من با افراد زیادی از جوانای ایرانی بسیار نمونه برخورد داشتم تو این سالهای خدمت، که اینها با یه عشق و علاقه ای ایستادن به خاطر ایمانشون و اعتراف هم میکنه طرف، میگه من به عنوان یه انسان نیاز جنسی دارم، من احتیاج دارم که در یه ارتباطی باشم، ولی چون خدا رابطه جنسی در خارج از چارچوب خانواده رو نفی کرده و مورد پسند خدا نیست، به خاطر خدا و به قوت و به کمک خود روح خدا من اینو تحت کنترل درآوردم، این نفس رو و این غریزه رو، و منتظر اون زمانی ام که خدا برای من همسر نمونه و نیکو رو بیاره و در چارچوب ازدواج اون موقع از این در واقع چیزی که در وجود من هست استفاده بکنم. و این همون چیزیه که قدرتی که خود مسیح داشت. بله سالم جان اشاره کرد، عیسی مسیح به عنوان یه انسان کامل 100% یه انسان این حس و این غریزه درش هست، اما اون کنترل کرد چون هدف دیگه ای داشت. و جدا از اینکه حالا ما بخوایم بگیم که از اینها استنتاج میکنیم و نتیجه گیری میکنیم، راستش بخواید هیچ سند و مدرک تاریخی معتبری هم وجود نداره که دال بر این باشه که نشون بده عیسی مسیح ازدواج که شما میتونید نام اینا رو گوگل کنید، میتونید رو کامپیوتر تحقیق کنید، من کردم این کارو. و راستش بخواید چون بارها این سوال ازم شده، چند سال پیش یه تحقیق گسترده راجع به این موضوع کردم و به غیر از چند تا کتاب تخیلی که کشورموز نوشته، بعضی از نویسندگانه که هیچ سند قانونی هم براش ندارن و استناد تاریخ نویسای بله. حالا غیر از کتاب مقدس بودن، تاریخ نویسای غیر مسیحی که تاریخ قرن اول راجع به مسیح نوشتن، هیچ کدومشون اشاره نکرد. خب بریم رو سوال بعدی. عزیزان خطام باز هست، اگر دوست دارید در این صحبت ها شرکت کنید یا سوالی بکنید، میتونید از طریق تلفن با ما صحبت کنید و بعد از برنامه هم میتونید با ایمیل یا رو فیسبوک، به خصوص فیسبوک موقعیت عالیه که بتونیم با هم در دو طرفه در تماس باشیم. رو فیسبوک برید. کدوم فیسبوک الان راجبه صحبت میکنید؟ چون سوال بعدی سوال خوبیه. خب باشه پس بریم. سوال بعدی اینه که میپرسن که برنامه هاتون رو چطور دانلود کنیم، و این عزیز در واقع مایلن که بدونن که وضعیت دانلود برنامه ها به چه صورته که بتونن برنامه ها رو داشته باشن. من فقط اینجا یه کمک از اتاق فرمان میخوام، ببخشید من یادم رفت از شما بپرسم، ساعت پخش برنامه های ما هر 4 ساعت یک بار تکرار میشه؟ معمولا، ولی بعد میتونن روی وبسایت برن، چون بعضی روزا یه چیزه که یه برنامه معمولی داریم. عزیزان میخوام اینو یه مقدار توضیح بدم، یک برنامه های معمولی داریم که در طول هفته است، ولی روزهای جمعه به خاطر اینکه ایران تعطیله برنامه‌مون خاصه، یعنی سعی کردیم بهترین و مفیدترین برنامه‌ها رو روزهای جمعه برای مردم داخل ایران از حدودای ظهر تا عصر بگذاریم. اون ساعت‌های خیلی خوبیه، یعنی برنامه سعی می‌کنیم به برنامه‌های جدید، برنامه‌های جالب رو اون زمان‌ها بگذاریم. برای بعدش هم که شبش که با همدیگه کلیسای هفت رو خواهیم داشت. پس جمعه‌ها برنامه خاصیه و تکرارش به این صورت نیست، ممکنه هر 6 ساعت تکرار بشه، معمولا هر 4 ساعت اونجا، چون تعداد برنامه‌ها زیادتره هر 6 ساعت. همینطور این برنامه ریزی کردیم، این 2-3-4 ماه این کارو کردیم، روزهای یک شنبه رو باز برنامه خاصی داریم، ولی روزهای یک شنبه برای عزیزان اروپا و آمریکاست، یعنی ساعتش طوریه که مثلا صبح مثلا ساعت 10-11 صبح در اروپا و تا عصر اروپا روزهای یک شنبه برنامه‌های خوبی رو داریم. حالا ممکنه به ساعت‌های ایران نخونه. پس جمعه و یک شنبه حالت خاصی داره، یکیش جمعه ها برای عزیزان داخل ایران، یک شنبه ها برای عزیزان خارج ایران. خب خدا رو شکر شما با جزئیات بیشتر اومد به کمک من. راست شما بخواید من یادم رفت اینو با جزئیات بیشتر بپرسم، که چون بارها اینو سوال کردید و بعضی از شما میدونم وبسایت ما براتون فیلتره و نمیتونید از
وبسایت ما استفاده بکنید. ما رو وبسایت شبکه هفت عزیزان جدول پخش برنامه‌ها رو داریم و میتونید اونجا مراجعه بکنید، برنامه‌ها و تکرار برنامه‌ها رو اونجا زمانی که برنامه‌ها پخش میشه ببینید. اما راجع به دانلود سوال کرده بودید، ما کشاموز سعی کردیم که گزیده‌ای از برنامه‌ها رو در واقع سارمه جان این کارو می‌کنن و مثلا برنامه کلیسای هفت رو و یا قسمت‌های گزیده‌ای از قسمت‌های برنامه‌های شما رو اینها رو برمی‌دارن و ادیتش می‌کنن، قسمت بندیش می‌کنن. مرسی مرسی سالم جان، زحمت می‌کشید، خیلی ممنون. این ماه یه ذره برنامه‌های غیر از شبکه هفت دیگه نتونستم بذارم بخاطر غیر از ببخشید کلیسای هفت، مرسی نتونستم بذارم بخاطر اینکه حالم خوب نبود، ولی قول میدم که از ماه آینده بیشتر برنامه‌های بیشتری براتون بذارم، به خصوص سوال جوابا رو میدونم یه بار گذاشتم و بیننده خیلی داشتیم، حتما این کارو میکنم، قول بهتون میدم. دعا کنید سالم باشم. مدام گذاشتم که کلیسای هفت مرتب هست، میتونید دانلود کنید و میتونید برید از فیسبوک ما. الان فیسبوک ما رو عزیزانمون در اتاق فرمان گذاشتن روی صفحه تلویزیونتون. این عزیزان پیج شبکه هفت است، میخوام تشویقتون کنم. بعد از سامعی میشه نرید یه دقیقه پایین، همین رو بیارید یکم بالاتر لطفا. بله، این آدرس ما هم هست facebook.com/شبکه7. و اگر که به این آدرس برید که الان میبینید خوندنی نیست رو تیوی، نمیدونم روی تلویزیون عزیزان قابل خوندن هست یا نه، آدرس رو باز روی صفحه براتون خواهیم زیر صفحه معمولا یه دونه زیرنویس دارن میذارن. البته یه شبکه هفت دیگه هم هست که عزیزان از روی تعداد شما میتونید متوجه بشید که شبکه هفت اصلی کدوم شبکه هست، چون اون حدود مثلا 50-60 نفر حدود 3000 رو این الان دارید ملاحظه میکنید، 3067 نفر این پیج رو لایک کردن. برید و این پیج رو لایک بکنید و وقتی که این پیج رو لایک بکنید این رو صفحه شما اد میشه و شما از آن میتونید استفاده بکنید از شبکه هفت، از ویدیوهای ما و از حتی خیلی وقتا یه کاری که ما میکنیم، برنامه‌هایی که خاص مهمون خاص داریم یا برنامه‌هایی که داره شروع میشه از قبل به عزیزان تو فیسبوک ما خبر میدیم که مثلا تا دقایق دیگه در فلان برنامه مثلا این عزیز مهمون برنامه‌های ما هست، با کشورمز رو ایر هست و میتونید از این طریق در واقع این اطلاعات رو داشته باشید. و همونطور که میبینید ویدیوهای کلیسای هفت هم هست که شما عزیزان میتونید بیاید و از این ویدیوها استفاده بکنید و اینجا یکی از جاهایی که شما قادر خواهید بود که برنامه های ما رو داشته باشید. و یکی از دیگه از جاهای دیگه که در واقع خواهرمون فروزان جان زحمت اون قسمت رو میکشن، من جا قبل از که برید اونجا من یه قسمت رو توضیح بدم عزیزان، ببخشید اگر حتی بخواید بیاید برید برنامه مثلا، چون ممکنه هی سفر رو بخواید ببرید پایین برنامه رو نگاه کنید براتون سخت باشه، برای اینکه بتونید برنامه قبلی ما رو هم خیلی راحت‌تر ببینید و حتی دانلود کنید داشته باشید، برید توی شبکه هفت که میرید توی فیسبوک شبکه هفت تو قسمت فوتو، اینجا که الان داره در واقع رو صفحه تلویزیون بله. نشون شما دادن که رو فوتو کلیک کردن، بله، بعد تو قسمت ویدیوها اونجاش تمام بله تمام قسمت ویدیوهایی که ما تا حالا ادیت کردیم و گذاشتیم شما میتونید برید ببینید، یک جا هستن، میتونید انتخاب کنید و هر کدوم رو دوست دارید ببینید. بعد از همینجوری که شما داشتید توضیح میدادی بله. همه رو به صورت روی صفحه نشون داد با جزئیات که عزیزان بدونن کجاست. پس روی قسمت فوتو روی همون شبکه صفحه پیج شبکه هفت اگر برید کلیک بکنید، بعد روی ویدیو شما دسترسی خواهید داشت به تمام در واقع ویدیوهایی که ما تا به حال گذاشتیم روی پیج شبکه هفت. اما یکی دیگه از راهایی که میتونید برنامه های ما رو دانلود بکنید یوتیوب هست عزیزان، که یوتیوب هم یکی از اون قسمت هایی که میدونم شما عزیزان خیلی دوست دارید و باش مشغول هستید. خواهرمون فروزان جان زحمت این قسمت رو میکشن، ادیت میکنن و این برنامه ها رو روی یوتیوب میذارن، برنامه های مختلف مثل همین کلیسای هفت و برنامه های دیگه شبکه هفت رو، که اونجا هم باید به اکانت بله youtube.com/شبکه7 این رو برید اونجا و تشویقتون میکنیم که اونجا هم عزیزان این رو هم براتون گذاشتن روی صفحه، اونجا هم باید برید. الان اگر روی صفحه اون بالا برادر سامون کلمه سابسکرایب اگر نشون بدید، اگر برید اینجا رو این در واقع قسمت قرمز رنگ کلیک بکنید و برای خودتون اکانت درست بکنید، شما مشترک میشید با این صفحه عزیزان. وقتی مشترک بشید به صورت اتوماتیکوار در ایمیل شما برای شما برنامه‌های جدیدی که میاد روی گذاشته میشه روی یوتیوب به شما ایمیل میشه و شما عزیزان قادر خواهید بود که برید به راحتی اون ویدیوهای مورد نظرتون رو ببینید. پس حتما برید روی در واقع youtube.com/شبکه7 و اونجا سابسکرایب بشید یا مشترک بشید. وقتی که مشترک شدید الان که ویدیوها رو پشت به صورت نمونه برای شما داره پخش میکنه اتاق فرمان ما، اونجا وقت به صورت اتوماتیک وار برای شما ایمیل خواهد شد که الان شبکه هفت یه ویدیو جدید گذاشته به این عنوان و میتونید برید نگاه بکنید و شما با یک کلیک به راحتی قادر
خواهید بود که از این برنامه ها استفاده بکنید. امیدوارم که سوال عزیزمون رو هم پاسخ داده باشه. بله. یه سوالی هم شما کردین راجع به شب کلن فیسبوک ما. عزیزان دو تا صفحه زیاد داریم صفحات فیسبوک، ولی دو تا صفحه فیسبوک هست که الان روی اون فوکس هستیم در حقیقت. یکی همین شبکه هفته عزیزان که دوست داریم بیاید لایکش کنید، با همون انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، اگر که حتی میخواید با ما همکاری بکنید رو صفحه هم هست الان. بله، اونو حتما لایک کنید و با ما در تماس باشید. در مسیج های اونجا رو من جواب میدم و اگر برای هر کدوم از همکاران ما حتی پیغام میدارید حتما میرسونم پیغامتون رو. و صفحه دیگه به نام گل بگیم گل بشنویم هست که به زودی برنامه در حقیقت گل بگیم هم داریم که قسمتش از همین صحبت هایی که شما در فیسبوک گل بگیم گل بشنویم خواهید داشت با ما. بیایید اونجا رو هم لایک کنید و با ما باشید. خلاصه آمین. بله. صفحه خود که شما هم هست. بله. یکی ایزان میخوام اینم براتون بگم دو تا صفحه کش هرمز دارن. یکی هرمز شریعته که هرمز شریعت ما 5000 نفر تموم شده و نمیتونیم دیگه قبول کنیم دوستی شما عزیزانو. به خاطر همین صفحه جدیدی رو باز کردیم به نام کشیش هرمز که تمام در حقیقت این لغاتش به صورت کوچیکه. کشیش هرمز این که کی اولش مثلا بزرگ باشه خیر، چون صفحات دیگه ای هم درست کردن که مثلا کی اول بزرگ میذارن، اچ اول هرمز هم بزرگ میذارن و یه صفحه دیگه میشه اصلا. همه رو شما یکسانه همه به کوچیک بنویسید، برید جلو و سرچ کنید کشیش هرمز رو لایک کنید. با کشیش هرمز میخواید در ارتباط باشید، مسیج برشون دارید، پیغام دارید، خیلی وقت پیغام رو من بهشون میرسونم، سوالی دارید حتما باشون مطرح میکنم. و به اضافه اون صفحه دیگه ای داریم به نام کلام خدا، اتاق درد و دل و دعا و مطالعه کلام خدا که عزیزان با برادر سامه، بله، محبت سامه. بله. که اگر شما عزیزان دوست دارید دعایی براتون بشه، اگر که حتی دوست دارید با دیگران دعا کنید، برادر محبت سام حتما هر روز یک آیه از کلام اونجا میذارن و خیلی از شما عزیزان که اونجا هستید اون چیز رو که برای شما مکاشفه شده اونجا مینویسید. خلاصه یک از صفحه های داغ فیسبوک. بله. در حال حاضر که از اکانت های فوق العاده خوب ما در فیسبوکی که این برادر با امانت هرچی بیشتر ایستاده و این سفر خدمت کرد و الان هم تعداد بسیار زیادی دارن اونجا مشارکت میکنن. یه نکته رو بگم که شما عزیز در ارتباط با اکانت های جعلی که داره درست میشه بر علیه ما و بر در واقع چیزایی که زیر نظر ما نیست. عزیزان مطالبی گذاشته میشه تو چند ماه اخیر، یه سری صحبت‌ها شد، برنامه هم درست کردیم، صحبت کردیم با شما. کم لطفی میکنن عزیزان و میان اکانت‌های رو درست میکنن، جعلی اینها و مطالبی رو اونجا میذارن. حتی خیلی وقتا عکس صلیب، عکس‌های خود کشورمز، آیه‌های کتاب مقدس جوری جلوه میکنه که شما که نگاه میکنید شاید فکر میکنید که پیج خود کشیش هرمزه، ولی اون لابلای یه دفعه یه مطالب و یه حرفای گذاشته میشه که اون مطالب و اون حرفا اما اگر داره و هدفدار هم هست. خیلی به صراحت عرض بکنم میخوام بگم که هم ما میدونیم هم عزیزانی که واقعا با ما در ارتباط هستن دیگه ما رو میشناسن و میدونن که این حرفا هر جا دیدید که هر چیز بودار و مشکوک توی همچین پیجای دیدید خیالتون راحت بدونید از ما نیست.